بدون شک که هر زندجان از دنیا میره، چی مسلمان باشه چی غیر مسلمان. ولی فراموش نکنیم که در لحظات پایانی عمر 4 پشیمانی به خاطر ترک 4 اصل یا قاعده به سراغ ما میاد. ولی این پشیمانی چون فرصت از دست دادیم دیر شده است، هیچ سود به حال ما نخواهد داشت. بیاییم امروز این تغییرات در وجود خود بریم قبل از این که دیر شود. از خاطر این کلیپ کوتاه را با شما دوستان عزیز در قیم مواردش شریک می سازم. در اون روز یا لحظات پایانی و عمر که این 4 پشیمانی به سراغ ما می آید، اون چی است؟ اولی که چون ما تمام در تمام عمر از طرز دید مردم نسبت به خود رنج می بردم. مردم طرز دیدشان، برداشتشان، فکرشان، ایدهشان، اندیشیشان مربوط خودشان است. چیزی که در درون خود پروردن اونم رو در واقع می نگرن. مسکوزه چیزی بیرون میاد که در واقع در داخل اوست. ما چرا وقت خود صرف طرز دید مردم نسبت به خود کردم؟ این یک پشیمانی که ای کاش ما طرز دید مردم نسبت به خودم بی اهمیت می دیدم. دوم، چرا به خاطر مردم از انجام بیشترین اعمال ما اعراض و خودداری کردم؟ نکردم بخاطر که مردم ناراحت نشد. چرا من این کار نکردم؟ این پشیمانی به ما دست میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در آغاز دعوت در مکه مکرمه مردم برش مجنون و کاهن و جادوگر و غیره و غیره لقب دادن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چون به درستی کار خود مطمئن بود که رسالت و وظیفه داره، برای خود ادامه داد و این سبب نشد که در واقع از اون چیزی که مبعوث شده بود به او از او دست بکشه. در زندگی ما هم فاز و فقط همین قسم است. می فهمیم به درستی رای خود مطمئن هستیم، این که مردم چی میگن توجه نکنیم. زمانی که مطمئن شدیم رای ما درست است. سوم، چقدر کارهای خلاف نادرستی را که به خاطر مردم انجام دادیم، این پشیمانی به ما دست میده. به خاطر مردم چقدر کارهای نادرستن، حتی به خاطر فرزند و همسر و خانمان و نمیفهم دوست و رفیق خیش گناهان انجام دادیم. حتی به غیر از گناه سود خوردیم، زنا و نمیفهم اعمال زشت ناپسندیدگی ممکن ما در بس از موارد به خاطر دیگری انجام داده باشیم. در روز پشیمانی میگه که چرا در لحظات مرگ در حال که قصرها داری، بانک ها از پول هنگفتی تو مملو است، اما گناهش عذابش تو خواهی کشید. یا بدی نام کس تو بعد از تو خائن و نمیفهم و غیره و غیره بر سر تاپا میمانن، نامت همیشه در تاریخ با بدی یاد خواهد شد. این ننگ بعد از مرگت همیشه به سر در تاریخ به سر شانه های در واقع حمل خواهی کرد. بیا که کار به خاطر مردم نکنیم. من نمیگم که در واقع زحمت و عرق ریزی به خواهر و پدر و مادر و خیش و اقارب کار نادرست است، اینه من نمیگم. حتی کار درست چی که ثواب هم داره، صدقه است، رزق حلال صدقه است، من این هرگز نگفتم. ولی عمل زشت و جنایت، عمل ناروا به خاطر دیگری، ولی اینکه همسر ما باشه، در روز پشیمونی بس به سراغ میگه چرا انجامش دادم. و چهارم این که چرا بعد از مرگ چیزی از خود بجا نگذاشتم که مردم مرا به نام نیک با واسطه از او یاد کنن. من نمیگم حتما آل بالاخره یک چیزی بوده باشه که جنبه دینی داشته باشه. اگر در تمام لحظات زندگی ما را عمل انجام میدیم یا اجر داره یا که به سبب عمل زشت از او ما مجازات میشیم. ساختن سرک، احداث دانشگاه، مکتب، کتابخانه، تألیف یک کتاب، تمامش سبب میشه که ما بعد از مرگ حتی هنوز نفس بکشیم. و معنای نفس کشیدن این که هر کس ما را در کنار خود احساس کنه حضور ما را. اگر چنین یک شهکاری را انجام ندهیم، مطمئن باشین که در انگام مرگ این پشیمانی به سراغ ما خواهد آمد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.